علی ناظمی استاد عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در مونترال از همین شهر کانادا با ما هستن. آقای ناظمی، نظرات مختلف رو در مورد سدها در ایران شنیدیم، موافقان و مخالفان، ولی اصولا کارکرد سدها در ایران چه هستند؟ خیلی ممنون از این فرصتی که من دارید. خب گزارش شما بسیار در واقع نشون داد که الان وضعیت چطوری هست. متاسفانه مسئله بیشتر از یک مسئله تکنیکی و مسئله ایدئولوژیک مبدل شده و این خب همطوری های دکتر مدنی هم فرمودن این مسئله هستش که واقعا از لحاظ کارشناس من فکر میکنم درست نباشه، به خاطر اینکه سد در واقع یک زیرساخت مهندسی است و این زیرساخت مهندسی در واقع به عنوان یک ابزار باید بهش نگاه بشه که میتونه در جاهای مثبت باشه، میتونه در جاهای منفی باشه. در مسئله این که آیا سدها در ایران کمک کردن به مسئله سیلاب، شاید در بعضی جاها سدها تونستن در واقع رواناب اضافی که به خاطر این سیل ایجاد شده بود رو در واقع جمع‌آوری بکنن و خب اون هم مشخص است به خاطر اینکه مخزنی دارد، این مخزن میتونه در واقع یک مقدار آب رو پشت خودش نگه داره و مسلما جریان رو در پایین دست در زمان کوتاه میتونه تقلیل بده. اما اینکه آیا واقعا همه داستان همین بوده، خیر، گزارش‌های دیگه هم از در واقع از زمین میرسه که در واقع خیلی از این سدها متاسفانه درست کنترل نشدن به خاطر اینکه در واقع اون مدیر سد یا در واقع ارگانی که این سد رو در واقع مدیریت میکرده بیشتر به این فکر میکرده که این از این به عنوان یک فرصت استفاده کنه برای اینکه آب رو به توی نگه داره و در نتیجه این تأخیر در واقع ریلیز کردن آب یا در واقع رهاسازی آب باعث شد که یک مقدار پایین دست بیشتر دچار مشکل بشه. اما مسئله ای که هست متاسفانه این مسئله سدسازی یک مسئله بسیار بسیار مهمی که باعث شده اینه که واقعا در ایران به خاطر نبودن نظارت مشخص، نبودن آیین‌نامه مشخص، حریم رودخانه ها رعایت نمیشه و تصور این که حالا سد در بالادست هست و این میتونه هر جریانی رو کنترل بکنه تصور اشتباهی هست که متاسفانه در مدیریت در واقع سیلابی در ایران خودش رو نهادینه کرده و حالا این هم متاسفانه مقارن شد با یک در واقع خشکسالی دراز مدت در ایران و اون در واقع خاطره سازمانی که ما در این کشور سیل‌های قوی داشتیم و بعد برای اونها آماده بشیم متاسفانه یک مقدار فراموش شد و من فکر می‌کنم این چیزهایی که ما الان می‌بینیم نتیجه همه اینها هست. یعنی شما موافقید که سدسازی باعث آسیب به بستر رودخانه ها شده در برخی از مناطق ایران و شاید خودش منبعی بوده برای مشاهده خشکسالی؟ 100%. نگاه بفرمایید که یکی مسئله خشکسالی هست. خب وقتی من بخوام آب رو جمع بکنم مسلما آب در پایین دستم کاهش پیدا خواهد کرد اگر بارشی که من دارم از بارش در واقع معدل و اوریجی که من در حوزه آبریز دارم کمتر باشه. خب من باید اگر بخوام آب رو نگه دارم مسلما در پایین دست باید مقدار آب رو کاهش بدم. خب این در موقع خشکسالی است که این واقعا شاید حتی این سدها باعث میشن که تصور خشکسالی هم پیش بیاد و حتی این تصور اشتباهی که حالا در زمانی که من در واقع سیلاب دارم من همه سیلاب ها رو میتونم کنترل بکنم. فکر می کنم مسئله اصلی که ما در سیلاب اینجا مشاهده کردیم مسئله سدها به خودی خود نبوده، مسئله این بوده که بسیاری از فعالیت های اجتماعی اقتصادی در جایی در پایین دست این سد در واقع توسعه پیدا کردن که در واقع این در واقع گستره سیل تاریخی در واقع منطقه‌ای بوده و متاسفانه این ایجاد سد این تصور نادرست رو ایجاد کرده که حالا من میتونم در واقع فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی رو توسعه بدم در پایین دست و در واقع سرمایه‌گذاری شده، زیرساخت‌ها ساخته شده و حالا سیلاب اگه اینجا اتفاق بیفته مسلماً خسارتش بیشتر خواهد شد. اگر من در اونجا فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی نداشتم، اگر زیرساخت‌ها رو توسعه نمی‌دادیم، سیل میومد و میرفت و هیچ خسارتی هم ایجاد نمی‌کرد. پس مشکل اصلی چه بوده آقای ناظمی؟ ساخت این سدها بوده یا نظارتش بوده؟ من فکر میکنم مشکل اصلی همه اینها بوده. نگاه کنید مدیریت آب یک گستره طولانی، یک گستره در واقع پهناوری هست، از در واقع طراحی این سازه ها، مکانیابی این سازه ها در واقع شروع میشه به در واقع بهره برداری از این سطح ها میرسه و حالا به توسعه پایین دستی این سطح ها خواهد رسید و بعدش هم در این زمینه که حالا اگر من اتفاق بحرانی بیفته من چطوری باید این سطح ها رو کنترل بکنم. نگاه کنید در همه این سه گستره کلی که من خدمتتون عرض کردم متاسفانه ما
ما مشکلات داشتیم در مسئله مکانیابی سطح ها، طراحی سطح ها. متاسفانه به دلیل نبودن آیین‌نامه های طراحی مناسب سازه‌ای برای سطح ها، نیا بکنید در کشور ما مثلا برای مسئله زلزله ما آیین‌نامه مشخصی داریم. برای در واقع خیلی از چیزها ما این آیین‌نامه ها رو سازمان نظام مهندسی در واقع تدوین کرده، اما برای ایران ما هیچ آیین‌نامه مشخصی نداریم و مهندسین مشاور ما از در واقع آیین‌نامه های کشورهای دیگه استفاده میکنن که بعضی از اینها ممکنه حتی با هم متناقض باشن. مسئله بعدی مسئله بهره برداری هست. نگاه کنید بهره برداری این سطح در پایین دست و خود این سطح چطوری اتفاق افتاده؟ آیا ما واقعا این پهنه سیلخیزی در پایین دست سطح رو رعایت کردیم؟ آیا این رو در واقع در نظر نگرفتیم که حالا ممکنه که در یک فاصله طولانی من جریان کافی در سطح نداشته باشم و بتونم از اونجا استفاده کنم، اما اگر سیلاب اتفاق بیفته چه خواهد شد؟ و حالا این مدیریت بحران هم که در گزارشتون واقعا مشخص بود و من نمیخوام بیشتر بهش بپردازم به خاطر اینکه بسیار متأثر کننده است، و حالا اینکه مدیریت بحرانی که الان در زمین هست آیا چطوری داره ایجاد میشه، که این هم واقعا یک مسئله مدیریت در ساختار منابع آب هست. متشکرم از شما علی ناظمی، استاد عمران محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا.